رادیو همراه بفرمایید سلام آقای دکتر روزتون بخیر سلام بفرمایید روز شما هم بخیر متشکرم من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون اول مثل همه ممنون از بابت لطفی که به ما ایرانیا دارین رو ما راهنمایی میکنید بعد در مورد دختر پنج سالم میخواستم ازتون سوال بپرسم شما من... به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتونه بله من چهل و دو سالمه همسرم چهل و هفت سالشه من زمینه تحصیلیم آیتیه ایشون هم مهندس هر دومونم توی شرکت خوب کار میکنیم الان هم توی کانادا شرایط استیبل خوبی داریم چه مدتی است کانادا هستید؟ حدود هشت سال چه مدتی است ازدواج کردید؟ ما حدود شونزده سال چرا تقریبا ده سال صبر کردید صاحب فرزند ما تو پروسه مهاجرت بودیم اولش که تو ایران خیلی درگیر کارهای مهاجرت بودیم ترجیح دادیم که بعد از مهاجرت بچه دار بشیم بعد از مهاجرت هم متاسفانه خوردیم به شرایط رسشن تو کانادا و مشکل کار و اینجور جور یه ذره عقب افتاد دیگه بیا ذره نه خیلی بعدم... آخه بعدم عزیز ببینید من میفهمم که آدم میخواد بره کانادا ولی ما که روز 16 ساعت وقت در ایران صرف که بریم کانادا یه فکر دو ذهنمون ای بسا ماهی یک ساعت هم کار نداره که اون رو دلیلی برای این کار بگیریم حال متوجه هستم چی میفرمایید ولی چون خیلی مرتبط با واقعیت ها و, واقعیت و نیست با واقعیت با واقعیتش بعدم, با بعدم, شوش ی... شوش بعدم شوش یه دونه فرزند آوردید همین سبب شده که یه دونه هم آوردید بله. اونم یه مسئله است من خیلی خودم تمایل به داشتن بچه نداشتم واقعیت یعنی شما شما هر دو فرزندان چندم خانواده ای من همسرم فرزند اول خودم فرزند آخرم نه چند یه خواهر یه دو. برادر بزرگتر دارم که اختلاف سنیشون هم با من تقریبا زیاده برادرم نه سال خواهرم چهارده سال خب دیگه خانواده شما هم از نظر آوردن فرزند واقعیات رو نادیده گرفتند حالا همسرتون که فرزند اولن چند تا خواهر برادر داره؟ یه برادر کوچکتر از خودش داره که چهار سال ازش کوچیک‌تره. اوکی از اعضای خانواده و فامیل شما کسی در کانادا هست؟ نه هیچ کس. اوکی حالا بفرمایید موضوعی که با دختر پنج سالتون دارید چیه؟ آقای دکتر خیلی دختر شاد و بازیگوشیه ولی یه مشکلی که من باهاش دارم اینه که دوست داره هر کاری میکنه بقیه ببینن. دوست داره نمایش بده به من میگه برای من استیج درست کن من برم روش بخونم یا مثلا من براش یه کفشی گرفتم از این کفش های رولر اونو پوشیده حالا توی مال یه ذره چرخیده بعد یکی از دوستام دیده میگه نه تو بیا با من بریم مال که من این کار انجام میدم تو منو ببینی یا بازی میکنه به من میگه بگو مامان بقیه بچه ها منو نگاه کنن خب چه اشکال داره بین خب... دو تا چهار سالگی یه مرحله خودشیفتگی و خودمداری دارن و بنابراین اساس کارشون این هست که موضوع من وقتی من معنا پیدا میکنم که دیگران من رو مخصوصا ببینن یا بشنبن و به همجاست که یه نمایش میزنن و این از همونجاست که وجود دیگران که البته پدر مادر کمکش کنند براش معنا پیدا میکنه و متوجه میشه که از خودش باید بیاد بیرون توجهش به دیگران باشه ابتدا میخواد فقط او رو ببینن ولی بعد از یه مدتی متوجه میشه که باید به اونا هم یه همچین فرصتی رو بدن و به همین جلیل است که من چرا اینقدر اصرار دارم وقتی شما به مهمونی آتش میبرید هیچ کس نمیان شما رو ببینه حالا میان خود شما نشون بدن در چنست که ما هنوز اون توهم کودکانه رو داریم که در این مهمونی که مثلا ممکنه دیویست نفرم باشند منی که حالا پزدم کم یا زیاد شده منی ای که این لباس یا اون لباس رو منی ای که این آرایش تازه رو دارم منی که فرض کنید این کراوات جدید رو زدم همینقدر که وارد بشم یه دفعه اون دویست نفر همه کار زندگیشون راها میکنن حواسشون به منه و همینجاست که اینقدر وقت صرف میکنیم انرژی هزینه اختلاف تو خانواده به وجود میاد برای یه نمایشی در حالی که واقعیت مسئله این است که کسی برای دیدن ما نمیاد همه برای نشون دادن خودشون میاد بنابراین شما درباره اون دوران میفرمایید بچه ها بین دو تا چهار سال یا دختر شما چون بچه تکه این غذا ادامه داده هنوزم اشکاری هم نداره یکی دو تا چهار سالگی یکی 4 تا 18 سالگی باز دوباره میخوان یا دیده بشن یا اصلا دیده نشن دیده بشن اگر یه جنبایی مثبت دارن دیده نشن اگر فرض کنید مثلا پسر بچه است که ریشش درست در نیومده یا کمی تر... تر... ترکیب صورتش یا بدنش به هم خورده یا دیگران میگن بنابراین ما اصلا با مفهوم تو زندگی رو آغاز میکنیم بچه ابتدا به وجود خودش پی نمیبره بچه ابتدا دیگران رو میبینه بعد از توجه دیگران به یه موجودی که خودشه که این ورنشسته کم کم میفهمه منم وجود دارم بنابراین این مرحله خودشیفتگی خودمداری خودمهوری بسیار عادی و معمولی است شما بزرگان رو نگاه کنید با تحصیلات عالیه میگن من این کارو کردم حالا قانون رو ازم میکنن یعنی مطلبی که ای بس و اگر ده هزار بارم تجربه کنن و یا کسانی که قانون رو کردن بس کردن بس و هزار بار اون از نظر علمی آزمون شده یه جواب گرفته چون با یه حالت تصمیم میگیره که من این کار کردم خوب شد یا بد شد پس اگر مثلا ازدواج کردم بد در اومد من از ازدواج وحشت دارم و شما چیه میبینید؟ یک خودمداری و خودشیفتگی و خود محوری و یه اوور یا تعمیم که یعنی من مرکز و ملاک خلقتم من یه تجربه بد ازدواج داشتم پس همه ازدواج ها بدن. من یه تجربه بد مهاجرت داشتم پس همه مهاجرت ها بدن یعنی میخوام بگم این مسئله اصلا غیر عادی نیست برای شما یه فرزند تک دارید او در حال مقا... مقایسه و رقابت کامل با شماست او میخواد درست مثل شمایی که به حال تمام مدت مرکز و محور ذهن و زندگی او هستید او هم مرکز و محور زندگی دیگران باشه این همون چیزی که با شما میگید که همسر من به من اون توجه رو نمیکنه اون محبت رو نمیکنه اون رو ابراز نمیکنه وانمود یعنی یه جوری عمل میکنه مثل من نیستم یا من مهم نیستم شما اگر برنامه های من شنیده باشی پنج هزار بار ده هزار بار آدمای های بزرگ سال با تحصیلات و عالیه اومدن از این گله و شکایت داشتن بنابراین هیچ اشکالی نداره که دختر شما انتظارش اینه که دیگران اون رو ببینن نمایشی بده یه چیز تازه ای داره فقط من و شما نباید وضعیت رو تشدید کنیم که تبدیل بشه به یک حالا دختر عروسک یا پسر بچه تبدیل بشه به یه قهرمان که بعد از اون تمام زندگیش این باشه که دیگران را من چه قضاوت و نظری دارن و این وضعیت رو باید با حدودی کنترل کرد اما اونم نه اینکه بهش بگیم نه حرفین این که دخترم حالا یه وقت دیگه یه جای دیگه حالا بگذار ببینیم چه میشه حالا که فرصت نداریم حالا که این کار رو بکنیم تشویق و تحریکش نکنین حالا درست برعکس بسیاری از خانواده ایرانی که اگر دخترشون یا پسرشون یه چیزی یاد گرفته هر کسی که میاد وادارش میکنن به اون نمایش و متوجه نیستن که از اینجاست که زمینه رو برای تایید و تصویب و گرفتن توجه از دیگران در بچه ها به صورت نامناسب تشدید میکنن بعد وقتی دخترشون یا پسرشون 14 15 ساله میشه ماهاشو سبز میکنه نمیدونم گوشواره و حلقه به اینجا و اونجای بدنش وصل میکنه فریادشون بلند میشه که چرا این کار میکنه خب شما ازش خواستید نمایش بده شما خواستید توجه رو جلب کنید بنابراین توازن و تعادل این موضوع رو باید کاملا مواظب بود بنابراین مثلا درباره زیباییش و یا خوشش نباید اینقدر تعریف کرد برای که اون چیزی که هست در جهت پشت کارش کوشش کرد آمد من, من کمک کرد این کار کرد دو ساعت وقت گذاشت تا اینو درست کرد نه اینو به این صورت در آورد که نشون بده پاداشی که میگیره به خاطر کارشه کوششه فعالیتشه تولیدشه تغییری که به وجود آورده تا فکر کنید که نه من همین قطعی خوشگلم یا خوشتیپم یا هر چیزی زیبا هستم این همون چیزی که همه باید متوجه بشن پدر مادر من ازش تعریف میکنن برای این بسیار مهمه که حتی وقتی به دختر بچه یا پسر بچه میرسیم از خوبیش، از تمیزیش، از مهربونیش، از حال توجهش، از حتی برخی از قد عدبش، صورت درستش تعریف کنیم که بچه ها بدونن این است. که اونا انتخاب میکنند عمل میکنند انجامش میدن و به خاطر اون مورد تایید و تشویق قرار میگیرن تا بحث فقط این باشه که چه نمیدونم موی زیبایی داری یا چه چشمای قشنگی داری یا چقدر تو خوشگلی چون اینا تبدیلشون میکنه به یک موجودی که زمینه نمایشی بیشتری دارن ولی در کلیتشون قد مسئله نیست عزیز اصولا همه آدما میل به این دارن که مورد توجه باشن میل به این دارن که شناخته بشن به این که ازشون تعریف بشه شما هر آدمی را هست تا ببخشید تنزی درش هست خدا هم از ما انتظار داره روزی چند بار پاشیم و به گونه های مختلفی ازش تعریف کنیم و بعدم هم و از او تعریف کنیم بگیم ما هم چقدر خاک دوست رو بدبختیم تا از این یه ذر آروم بگیره بنابراین خیلی اون خودمداری و خودشیفتگی و تعریف کردن رو نه هیچ عیبی دخترتون تو این زمینه نداره فقط شما اونو به صورتی محدود و معقول کنید بدونی که احساس بد رو بشه تازه شما میدونید از نظر تکنیکی و علمی دختر در پنج سال و نیمه در حقیقت اون به اصطلاح ما ایرانی اون خانومی است که ما انتظار داریم و میشه و به همین جهت است که بی خودی نگران نباشید که دخترتون ای و ایرانی داره من دقیقا مشکلم با این قضیه همینه که شما فرمودی اینکه مثلا خیلی تو بزرگسالیش وابسته تایید بقیه نباشه که حالا شما میگین اگر که ما خیلی تشدیدش نکنیم این گذراست و تموم میشه دیگه دقیقا و بعدم عرض کردم ببره سراغ اون کار و کوششی که کرده مثلا فرض آمده با شما تو آشپزخونه و مثلا کمکتون کرده به تمیزی آشپزخونه یا مرتب کردن یا پختن غذا و بعد اون موضوع باشه یعنی متوجه بشه که من با انتخابی که می کنم تصمیم می که می گیرم عمل میکنم مورد تایید و تصمیم و بنابراین به موضوع مرتبط میشه تا اینکه ما بخوایم آرایشش بکنیم بفرستیمش جلو جمعیت که همه ساکت باشن اون میخواد یه کاری بکنه اون کار هم کمه کمش اشکالی نداره در گفتم واقعیت مسئله اینه که شما تو آرای دیدید آدمی کوشش بکنه که وقتی از خونه میاد بیرون کسیفتر نامرتبتر با لباس نامناسب بیاد نه مگر جایی که بدونیم هیچ کس ما رو نمیشناسه و نمیبینه چرا پس ما یک کوششی هممون داریم که همیشه به مردم این پیام بدیم من از این حالا در هر زمینه بهترم یا برترم یا بالاترم و این علتش ضعف کودکی است برای که مهمترین موضوع در کودکی ضعیف بودنه یعنی شما الان به بچه های کوچک اگر بگید چرا پدر مادر رو ستایش کنند چون اونا بزرگن و قوی و نیرومندن چرا بچه ها میخوان بزرگ بشن برای که میخوان توانایی پیدا کنند. و چرا اگر با برنامه من آشنا باشید به مجرد یه شما برگشتید گفتید من فرزند آخرم یعنی من هزاران بار تجربه کردم نادانیم رو ناتوانیم رو کوچکیم رو ضعف و زبونیم و مثلا در مقام مقایسه با اونایی که ظاهرا یا واقعا با برابر من باشن خواهر و به همین که جایگاه ما در خانه که بچه اولین و آخرین به من ای بس ده هزار تجربه و بر اساس اون صد هزار بار حس و احساس چون بهش فکر میکنم پیدا میشه که من بچه اولم بردم توانستم از بقیه بالاتر و برترم درست بچه آخر ده هزار بار به این نتیجه مثلا باختم از آتش بر نیومدم و به همین جست که این همه تاکید من دارم و به من یه ایده ای میده که ای بس ها در 20 درصد ویژگی روانی آدم رو از اینکه جایگاه جایگاه ترتیب تولدش کجاست رو متوجه شد قاعده کلی نیست همطور که پدر مادر تحصیل کرده دارم پدر مادر جبون دارم پدر مادر سال خورده دارم پدر و مادر شاغل دارم پدر و مادری هست کرد تا تو خونه هستن مثلا این دوران که یکیشون اصلا کار نمیکنه دومین کار رو از خونه میکنه میدید اصلا تمام تصویر و تصور بچه ها رو به هم میرزه به همین دلیلی مم. که مهمترین مسئله آگاهی رایت و بعدا در بچه ایجاد تعادل و توازن و عادی و معمولی بودنه به همجاز که شما شاید باز از من شنیده باشید که من حرفم به فرزندانم دوتا پسرم می که من اصلا پسر خوب دوست ندارم من پسر متوسط دوست دارم متوسط مم. چون در این حالم یه فرصتی بهشون میده که راحت و آسوده باشن اون استراب و نگرانی نباشه و در نتیجه زندگی رو تجربه کنند experience نه نمایش بدن performance چون روزی که ما اونا رو توی شرایطی بذاریم که فکر کنن تو صحنه یک نمایش هستن و یه دهی تماشاچی دارن اون موقع باید زندگی رو همیشه نمایش بدن و اونجا مسئله است و بعد جمعه آخر رو بگم کسی زندگی رو برده که مردم او رو کمتر و پایین تر از اون چیزی میدونن که هست به هر چه باشه هم خودش راحت هم دیگر. آدم روزی تو زندگی از پا در میاد که مردم او رو بالاتر برتر بهتر از اون چیزی که بدونن هست و حالا تلاش او برای که اون جایگاه رو اون تصویر و تصور اجتماعی رو حفظ کنه او رو با استراب و استرس و نگرانی و غم و اندوه و بعد از یه مدتی هم وقتی متوجه میشه چنین تصویر و تصوری که او میخواد و انتظار داره مردم از او ندارن رنج میبره ولی اصلا موضوع و مسئله زندگی عزیز ایجاد اون تعادل و توازن درست مثل رانندگی شما که سرعتتون چقدر باشه به چپ برید به راست بیای چگونه عمل کنید یه مواظبت و مراقبت رو میخواد ولی اینکه من و شما نگران باشیم که یه بچه ای تو سن دو تا چهار تا پنج سالگی تا دوازده تا چهارده سالگی تمام زندگیش گری و نمایش و اینا هست قرار نیست اذیت بشیم به همین که عرض من این بوده که ما از چهار مرحله میگذاریم مرحله اول گری و نمایشه مرحله دوم خودخواهی و خواهش مرحله سوم سو... سو... خود دوستی و آرامش و مرحله چهارم دیگر دوستی و آسایش یعنی این مراحل چهارگانه است که انسان اگر بگذرونه به آخر دوتای آخر که برسه زندگی رو برده بلا اولیش جلوگری و نمایش همطور که شما میفرمایید که عادیه ولی دومیش خودخواهی و خواهشه اون زمانی است که به هیچ کس اهمیت نمیده خودش مر... مثلا مطرحه بنابراین توی سنی نیست که نسبت به پدر مادر یا دیگران بی همه چیز رو برای خودش میخواد اصلا امکانات رو بهش توجه نداره اون مرحله هم بعدش خواهد آمد صبر کنید بعدا باز دوباره تلفن میکنید برای شکایت ولی مهم اینه آره. که برسه به خود دوستی و آرامش و بعدش هم دیگر دوستی و در حقیقت نوعی ستایش که حالا میسته برای بقیه دست میزنه و دیگه مهم نیست که خودش کجاست و کجا خواهد بود ولی به هر حال باهاتون صحبت کردم عزیز ممنون آقای دکتر من یه سوالای دیگه هم دارم وقت دارم بپرسم از خدمتتون بناب... بنابراین باید البته من تو این سن و سال هیچ نداره بل... دو تا سوال داشتم آقای دکتر یکی در مورد بازیه که با اسباب بازیاش خودش بازی نمیکنه دوست داره همیشه یکی باشه باهاش بازی کنه بعدم اینکه با بچه نه. بچه خب, در... خب آخه نه بچه ها با باز باز... باز بازی میکنن یا با اسباب بازی باز باز... ولی یه نه اون فکر میکنن اون شور و هیجان و خلاقیت رو نداره بنابراین با دیگران میخوان حالا وقتی که دیگران نیستن چه میکنه وقتی که دیگر نیستم بیشتر به من میگه تو بیا با من بازی کن یا با بابا باباش به باباش میگه تو بیا با من بازی کن بازی هم دوست نداره بشینه مثلا لگو بازی کنه دوست داره فقط بریم بیرون بودو بپریم این کارا رو دوست داره بکنه به که وقتی بچه تک دارید اشتباه دیگه ببینید من چرا اینقدر عرض می کنم که دوتا بچه وقت انرژی هزینه ای که برای پدر مادر در دوران کودکی تا جوانیش داره کمتر از یه بچه است بله. شما وقتی دو تا بچه داشت باشی میرن با هم بازی میکنن نمیان سراغ شما بعدم تازه بازی با شما یه جنبه کم فایده داره یه جنبه بسیار بد و منفی حتی یه دلیلی که اون همه نمایشی میخواد باشه میخواد از شما جون رو بزنه برای شما همه دان و همه توانی دو هیچه یعنی اینا موضوع فوق مهم مهمی این همه اصرار من که حالا تبدیل شده به یه چیزی که برخی از دوستانم دوست ندارن و اونایی که ندارن یا حال متوجه نبودن ناراحت میشن از این بابت متاسفم ولی واقعیت واقعیته بنابراین وقتی که همین دقیقا اشکال همینه من فرض این دوتا پسر دارم با فاصله تقریبا دو و نیم سال این فقط کافی ما از دور ناظرشون باشیم اونم بازیشون رو میکنن با من کاری ندارن بعدم در بازی کودکانه بچه ها رشد میکنن می، یاد میگیرن در بچه بزرگ با رابطه با پدر و مادر یاد میگیرن من نمیدونم من من سرم نمیشه بنابراین یا در یه زمینه های اصلا راها میکنن یا یه زمینه های تمام مدت به اوور اچیور میخوان باشن که پنج برابر دیگران باید عمل کنن تا جبران کنن اینا موزای فوق العاده مهم نیست چرا امیدوارم باز از فرصتی که پیدا کردم استفاده کنم چرا من خواهش نه تمنا نه التماس میکنم که شمایی که ازدواج میکنید حتی قبل از بارداری مطالب علمی راجبه این موضوع رو که هزاران هزار متخصص اونم با چه زحمتی در کارهای علمی نتیجه گیری کردن رو بخونید بشنوید چرا اصرار دارم که من 64 یا 65 ساعت گذاشتم از تولد تا 19 سالگی بخش اول فلسفه و رفاه پرورش تعلیم تربیته ما همه پدر و است اصلا اون چیزایی که همه دگرگون شده 15 تا اصلی که در طول تاریخ بوده درست الان عکس شده یا حذف شده و 50 مورد دیگری که بعد بهش توجه داشت. بعدش تولد تا 3 هست، تا هفته، 7 سیز، تا 13، 13 تا 19. همین مطالب که الان شما درباره دختر 5 سالت فرمایید من این بحث رو درباره مساله جلوه گریانه ماهی شو این موضوع ها اونجا آوردم که اصن تو این سن و سال کجا قرار دارن. یعنی این آگاهی آشنایی رو می‌خواید. امیدوارم به کسی بر نخوره، فکرم نکنن اخراق می‌کنن. کار پرورشه و تعلیم و تربیت کودک از هر بزرگسالی که متخصص انجام میده پیچیده تره و خطر اشتباهش بیشتره آسیباش هم سنگین تره بنابراین تو این گونه موارد نمیشه ازش بیخبر و بیابتلاع بود بعد شما الان دقیقا دارید به من میفرمایید که من یه دختر تک دارم چی کنی خب معلومه باید با یکی بازی کنی بین سه تا شش سالگی بچه چی میخواد سه چیز بازی اسباب بازی هم بازی بازی و اسباب بازیش رو به حال انتخاب ولی هم بازی میخواد بعدم شما باز اگر عرایز منو شنیده باشید تمام اوقات فراغت کود، دختر شما باید با بچه های دیگه بگذاره برای که خوار برادر نداره یعنی اصلا قرار با شما باشه برای که با شما فقط استرابش و استرسش و یاسش افزایش پیدا من دقیقا دنبال همین شرایط هستم آقای دکتر که هر جا بتونم مثلا یه همبازی براش پیدا کنم ولی متاسفانه بعد از کرونا شرایط یه طوری شده که خب آدم نمیتونه با کسی خیلی ارتباط داشته باشه چرا بشه. میتونه آدم ها میتونن چک کنه. عزیز ببینید الان مردم دارن میرن 5000 نفر 3000 نفر کروز وقتی همه تستشون رو دادن متوجه مواظب هستن میرن داستان کرونا رو متوجه هستم شما من میگید بسیار محدودیت و قید و بند و خطر و ضرر به وجود آورد حتما حق با شماست ولی ما نمیتونیم اون رو بهانه کنیم چون راحت داریم بگیم خب دیگه نمیدیم و نمیاییم. وقتی که درست مثل بقیه مسائل و مشکلات که یه جوری کوشش بکنیم راحتی براش پیدا کنیم به من میفرمایید من کوشش میکنم من حرفی ندارم ولی ارزو این است که این کوشش باید بیشتر باشه بر خود شما چی اشاره فرمودید اصل دیگه من اصلا دلم میخواد بچه ها بازی کنن و سگ دو بزنن این اصطلاح نمیدونم برای یه من دارم یعنی نفس نفس بزنن در زندگیشون اونه که مهمه تا اینکه بگیرن بشینن اصلا هیچ وقت نباید پاسخ پدر و مادر به بچه در جهت نشستن و حرکت کردن باشه که حرکت نکن اصلا شما نگاه کنید حتی در حیوانات شما به این حیوانات بازی میکنن تنها چیزی است که مشترک کسان چیز عجیب و غریبی است برای که از این طریقه که اصلا رشد مغزیشون در زمین های مختلف اتفاق میفته باز نگاه کنید به یه واقعیت دیگری ما بعد از تولد سلول های مغزی ما اضافه نمیشن با اون 80 تا 100 میلیارد آمدیم دو چیزی که سلول مغزی رو اضافه میکنه یک نیو اکسایتینگ اکسپریانس تجربیات بسیار پر هیجان تازه دو سپورت ورزش بعد از 6 -7 سالگی چون قبلش بازیه سپورت نه کتاب نه فیزیک نه شیمی نه ریاضی یعنی مسئله اصلی فعالیت علتشم خیلی مشخص عزیز یه بدنیست که اگر ازش استفاده نکنید از کار میفته چرا آدمایی هستن بعد از 50 60 سال دیگه فراموشی دارن ذهن آشفته ای دارن یه ندارن برای که به کار گرفتنش چرا یه بدنشون کار میکنه شما خودتون یه جا بشینید یه ساعت تکون نخورید بعد می راه هم نمیتونید برید به قول خودمون پام خواب رفته خواب میره این یه سیستمی است که باید به کار گرفته بشه مسئله اصلی و اساسی در خصوص بچه ها فعالیت فیزیکی من یه روزی اگر مسئول آموزش و پرورش باشم مطمئن باشید رو هفته ده یا 15 ساعت بچه ها رو ورزش میگذارم نه اینکه هفته ما خودم یادم دیگه ما یک ساعت ورزش داشتیم در هفته در دوره مثلا دبستان یا دبیرستان دبستان شغل یا دبیرستان اون یه گفتم بشینید مطالعه کنید تموم شد یعنی اصلا هیچی هیچی در حالی که موضوع اصلی و اساسی این فعالیت به که من برای جبرانش ما همینقدر که بچه ها صبح بیدار میشونن که خوشبختان زود بیدار میشن ما یا تو پارک بودیم یا کنار دریا بودیم یا یه جایی بودیم و میموندیم اونقدر که وقتی اینا بازی میکردن شب دیگه چشمشون نمیدید یعنی فرض از هشت و صبح رفتن الان بالا با مثلا تابستان دوازده ساعت تو پارکیم من بسیاری از دوستانم برای که میخواستن منو ببینن میدونستن من تو کدام پارک هستم میادن اونجا هم دیگه رو میدیدیم گفتم تو که میدونی کجاییم شنبه شنبه اونجاییم و از پنج و دو هفته سال حتما پنج و یکیش رو میگم مگر در این موارد غیرادی ما اونجا بودیم یعنی میخوام بگم ما گزینه دیگری نداشتیم برای که موضوع اصلی و اساسی فعالیت این اصطلاح انگلیسی خیلی درسته If you don't use it, you lose it. برای اگر درگیر نباشید مسئله است عزیز بنابراین اون فعالیت رو باید به وجود برد نمیخوام اذیتتون کنم مطمئنم این محبت رو من دارید که اجازه میدید و میدونید مسئولیت من چی من اینکه ده سال بچه پنج سال نیوردم چون میخوایم بریم مهاجرتون کارای مهاجرت برای من هیچ معنایی نداره یه موضوع مهم نیست آمدن بچه به موقع و دو یا سه تا که قرار نیست به هر خاطری ما اونو به هم میشه بزنیم. بقیه رو میشه خراب کرد ولی این رو نه برای که یه دریچه است که بازو بسته میشه و بنابراین شما کوشش کنید حالا برای جبرانش از اون فرصت هایی که پیدا میشه حداکثر استفاده رو کنید به من میگید که من یه تلاش ده کردم برای اینکه فرزندم با بچه های دیگه باشه میگم دوازدهش کنید یازدهش کنید دوازده بوده سیزده اش کنی، اش کنی یعنی انقدر که هر چی بشه بیشتر و بهتر باشه برای که از اون طریقه بعدم شما تو خودتون های علمی هستی اصلا هیچ شیئی، هیچ ای شناخته نمیشه جز از طریق رابطه یعنی تعریف یعنی رابطه چه بحث فرض کنید فیزیکی باشه یا شیمیایی باشه خواست فیزیکی شیمیایی یعنی چی؟ یعنی رابطه با بقیه چیزا اصلا انسان در رابطه تعریف میشه و به همین جد است که دو تا سه تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه برای بچه ها بیشترین فرصت رو برای رابطه و رشد و آشنایی با فرد برابر دارن نمیخوام باز شما رو نگران کنم دختر شما معلومه رابطه برابر رو بلد نیست برای که تمام مدر رابطهش نابرابر بوده با شما و پدرش بعدم میره مدرسه با معلم خوشبختانه تنها فرصتش وقتی که با دوستاش یا سر کلاسی. حالا وقتی ازدواج کرد چی معلوم ارتباطش با همسرش رابطه برابر براش خیلی نامشخصه به است که یا فرمانده میشه یا فرمان بردار یعنی اون تمایل اون تندنسی و گرایش به اون سمت میره و بنابراین باید اینها رو جبران کرد بنابراین اگر شما به من بگید که یه دختر خوب چهار پنج ساله پیدا کردیم دخترمو یه هفته میفرستم میره خونه اونا یا دختر اونا میاد خونه من خیلی خیلی خوشحال میشه یادش من شما خوشحال میشم اگه بتونم پیدا کنم منم خب بودت. حالا برای ها رو برای،, برای،, برای, برای, برای باباش برامنی. یه سی و چند ساله پیدا کنی برای دختر آقا دیگه فایده نداره آقا دکتر چرا شما, اینو ب... این رو به همسرتون بفرمایید بفر دقیقت خوشحال میشد و فایده داره که حد نداره من استقبال میکنه من این مطمئنم ببینید پس من و شما در یه چیز توافق کردیم برحال عزیز ببینید من و شما میتونیم بهترین کوششمونو بکنیم من بقیه. همیشه عرض کردم من کار و کوششم رو میکنم شد شد نشد نشد حالا اونا که گذشته گذشته ولی چون من در گفتگو با تنها شما که نیستم ولی بقیه هم هست ولی لطف بقیه. کنید هم اون سه تا هفت رو بشنوید و بعد هم هفت و سیزده رو و هم, هم تمام وقت رو بذارید و دوستاش باشه هر زمان که ممکنه و اصلا نگران نباشید در یه محیط امن میخواد شب بخوابه بخوابه میخواد دوستاش بیان پروش بیان یکی باشن دوتا باشن سه تا باشن اونقدر ها تو این سن و سال حتی همینقدر که مواظ مراقب باشید پسر و دختر بودنشون هم مطرح نیست به هر زندگیشو پر کنید اینی که من همیشه عرض کردم اگر به من میگن فقط پنج ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتی تو برای همه پدر و مادر در همه گروه های سنی که فرزند دارن بکن پاسخ من همیشه روشن هست دوست خوب برای بچه ها بخرید و قصد من از خرید یعنی هزینه کنید وقت بذارید انرژی بذارید پول خرج کنید که فرزندتون با دوستای خوب باشه برای که اون چیزی که فرزند رو میسازه نه تنها پدر و مادر پدر و مادر میتونن مثل شالوده و استخون بندی یه ساختمان باشن ولی همه در و دیوار و تزینات و همه وسایل و زیبایی هایی که تو این خونه هست مرتبط میشه به روابطی که فرزند ما با خواهر و برادرش و یا با دوستان و همکلاسی هاش داره حال خوشحال شدم با صحبت کردم ممنون آی دکتر مرسی فعیف. لطف کردین برحال شوهرتونم اگر خواست از من تشکری بکنه من میتونه حساب بانکی من بله حتما حتما بهش میگم خیلی دنبال اینه که بچه دوم بیاریم ولی من مطمئنم که برای این دیگه فایده ای نداره برای اون نداره ولی برای, برای خودتون ای دوتایی میخواید میتونید داشته باشید خوشحالشونم خوشحال شدم با تو صحبت مرسی مچکر آقای دکتر ممنونم خیلون.